یو یو یو، سلام سلاتین، دکتر سنا هستم و خیلی خوش اومدین به پیج خودتون. این قلب برای شما میکوبه، این مغز برای شما جستجو میکنه و این زبون برای شما کار میکنه. این پیج صرفا یک پیج آموزشیه و جنبه گوش دادن به اطلاعاتی که بهتون میدم رو لطفاً داشته باشین و هر دراگی که همونقدر از شنیدن فاز شما رو تحریک میکنه، از شنیدن بگاییهاش هم شما رو منزجر میکنه. برای همین یک روی سکه رو فقط نگاه نکن دوست من. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، که ویدیو در مورد فاز مسچتیه و مسچتی با بدن شما چی کار میکنه، حتما ویدیو رو لایک کنین، کامنت انگلیسی بذارین و ممنونم از کامنت هایی که میذارین و اگه ساب نداری منو سابسکرایب کن. آقا، الکلی ها یعنی کسایی که ماری مصرف میکنن، ماری جوانا و الکل هم مصرف میکنن، معمولا خیلی علاقه به این دارن که بعد از مصرف الکلشون برن چتشون رو هم بکنن. و شاید تا حالا براشون این سوال پیش اومده باشه که آقا ما این دوتا رو با هم میزنیم، آیا تخریب بیشتری داره؟ آیا چه فازی، چه اتفاقی توی بدن ما ایجاد میشه؟ ما خودمون یادش به خیر الان که خدا رو شکر پاکم و هیچ چیزی رو با این پاکی عوض نمی کنم، هیچ چیزی رو. خیلی لذت بخشه که شما به هیچ چی وابسته نباشی. اوکی، ما به مسجدی میگفتیم مسجد، برای اینکه مثلا تو خوابگاه و اینا کسی نفهمه یادش به خیر، میگفتیم بچه ها بریم مسجد. یعنی دو تا پلن داشتیم، این مسجد دو پلنه بود، مست و چت. حالا مسجدی با بدن شما چی کار میکنه؟ وقتی شما الکل مصرف میکنی، یک انتقال دهنده عصبی، یک نوروترانسمیتر درون مغز شما به واسطه الکل افزایش پیدا میکنه. این نوروترانسمیتر چیه؟ نوروترانسمیتر گابا. کار گابا چیه؟ گابا باعث میشه که تحریکات عصبی شما مهار بشه، یعنی کارش مهار انتقال عصبی درون مغز شماست. پس وقتی گابا زیاد بشه، تحریکات عصبی بدن شما کم میشه، پس شما یک حالت اسلو و آرومی میگیری، سطح یادگیریت کاهش پیدا میکنه، حواست کاهش پیدا میکنه، حافظت کاهش پیدا میکنه و یک آدم اسلو میشی. فکر نکن که تو داری اون وسط میرقصی و میکوبی و پیش خودت میگی وای من چقدر هایم. آره تو چقدر هایی، ولی نسبت به پیرامون خودت آگاهیت کاهش پیدا کرده، تو یه آدم اسلو شدی. حالا ماری جوانا هم از طرف دیگه خودش باعث افزایش گابا میشه، یعنی ماری جوانا هم باعث میشه که شما سطح یادگیری و سطح حافظتون کاهش پیدا کنه. برای همین وقتی این دوتا رو شما با هم دیگه مصرف میکنین، به شدت از پیرامون خودتون آگاهیتون کاهش پیدا میکنه و شما خیلی هایی‌تر از حالت معمولی که روی مستی داری میشید. از طرف دیگه خیلی این جالبه، تحقیق کردن دیدن آدمی که دو تا پیک عرق میخورن یا دو لیوان شراب میخورن، حالا دو تا گیلاس میخورن و بعدش چت میکنن، سطح THC خونشون دو برابر افرادیه که اون الکل رو مصرف نکردن. و تئوری پشت این قضیه چیه؟ تئوری میگه که چه خوشگل حرف میزنم، اصلا عاشقت سن و مخلصی، خیلی دوستت دارم، خیلی من خودم رو دوست دارم و شما رو هم و شما رو هم. آقا الکل باعث اتساع عروق میشه، یعنی اگه این عروق شما باشه باعث اتساع میشه. حالا شما این عروق رو کجا داری؟ توی ریه‌هات هم داری. وقتی این عروق به واسطه مصرف الکل گشاد میشه، چه اتفاقی میفته؟ شما گلو که میکشی، این گل عروق ریه هم که گشاد شده، این گل به مقدار بیشتری وارد بدن شما میشه، مقدار بیشتری از خون از کنار ریه های شما عبور میکنه و THC بیشتری رو به خودش جذب میکنه. برای همین تأثیر THC به واسطه مصرف الکل، میگن دو پیمان الکل تأثیر THC رو در بدن شما دو برابر میکنه.
برای همین باید حواست باشه که اگه دفعه های اولت میخوای چت کنی و مست هستی، اینو توی جمعی که آبروت خیلی برات مهمه حفظ شه انجام ندی رفیق من، چون ممکنه خیلی پاره شید. برای همین حواستون به این مسائلی که میگم باشه و من آرزوی قلبی اینه که یه روزی برسه که سابسکرایبرهای پیج من اصلا هیچی نزنن و با حال خوب هیچی نزنن، که هر جایی میرن انقدر حالشون خوب باشه که بقیه ترغیب بشن به این که چیزی نزنن، یعنی با حال خوبشون پیغام رسانه یک زندگی سالم و شاد رو برای بقیه داشته باشن. و اینکه یه نکته دیگه هم هست، اینکه ماریجوانا باعث این میشه که شما اصلا ماریجوانا یه خاصیت آنتی ومیتینگ داره، یعنی یه خاصیت ضد تهوع استفراغ داره، و وقتی شما مست میکنی، موقعی که در حد توکسیک، در حد خیلی سمی مست میکنی و روش چت میکنی، ممکنه نتونی بالا بیاری، ممکنه به خاطر اون خاصیت ضد استفراغی ماریجوانا شما نتونی بالا بیاری و این باعث میشه که شما نتونی الکل مضافی که مصرف کردی رو از بدنت خارج کنی و اونجاست که این الکل باعث میشه سطح THC دو برابر بشه، این THC باعث میشه که شما نتونی الکل رو از بدنت خارج کنی به وسیله استفراغ وقتی خیلی پاره ای. برای همین خواهشن، باز هم میگم خواهشن، توی جمعایی که میخوای آبروداری کنی و تا حالا این کارو نکردی، این کارو ترای نکنین تن بمیره. من دارم بهت میگم آقا، آبروداری یعنی این که شما قلق خود دستت بیاد بعد توی جمع جدید یه کار جدیدو ترای کنی، چون همه اون تجربه کردیم پاره بودن توی جمعی که دوست داری پارگی تو نشون ندی جره، یعنی از پارگی رده دیگه، اون صحنه جریه. عاشقتونم، بحثمون تموم شد. حتما هم شما نظرات خودتون رو بگین، اگه این فاز رو تجربه کردین بگین، چه خوب چه بد، کامنتاتون خونده میشه و خیلی جالبه که بیشتر کامنتای شما توسط دیگران خونده میشه تا توسط من و بقیه تجربیات شما رو دریافت میکنن و این هدف و غایت پیج منه که شما به یه سمتی در حرکت باشین که اون سمت امیدوارم سمت روشنایی و نور باشه. با آرزوی زندگی سالم برای شما و به دور از هر گونه وابستگی، دوستتون دارم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. راستی یادم نبود که پاچه خاریتون رو کنم، زنگوله کنارم بزنیم، اون زنگوله دین دین، که اگه پست جدید اومد در جریان قرار بگیریم. خاک پای شما، سرمه چشمای من، تا دیداری دیگر.